مجله تایم در گزارش اختصاصی به عملیات ویژه ارسال دیش‌های اینترنت ماهواره استارلینک به ایران پرداخته، با ده‌ها تن از فعالان صحبت کرده، با تحلیلگران مسائل ایران صحبت کرده و این مسئله رو مطرح می‌کنه که در حال حاضر رسوندن استارلینک به ایران شبیه رسوندن اکسیژن به اعتراضات میمونه. بسیاری از این فعالان این نکته رو مطرح کردن که از مدت‌ها قبل از اعتراضات در پی این بودند که به ایران استارلینک بفرستن، چرا که جمهوری اسلامی ایران بارها سابقه این رو داره که بخواد با بروز اعتراضاتی اینترنت رو دچار اختلال یا حتی قطعی بکنه. در آبان 98 دست به چنین کاری زد و تایم میگه که اگر که تعداد دیش‌های فعال در داخل ایران به 5000 دیش برسه، یک شبکه در سایه اینترنت ایجاد خواهد شد که میتونه به فارغ از اینکه جمهوری اسلامی دست به چه اقدامی در رابطه با اینترنت بزنه، این شبکه در سایه میتونه صدای مردم رو به راحتی به خارج از ایران برسونه و بازتاب صدای اعتراضات مردم ایران باشه. اما راه‌های مختلفی برای رسوندن استارلینک به ایران وجود داره. فعالان در حال بررسی انواع و اقسام راه‌ها و کانال‌ها هستند. قاچاقچیان در این رابطه رصد میشن اینکه مسائل امنیتی نداشته باشند و بسیاری در اینجا در آمریکا به ویژه از کالیفرنیا خیرینی هستند که کمک مالی میکنند برای خرید دیش های استارلینک.